اینا رو نمیشه کاری کرد؟ تنگ اعتماد. تنگ شده دیگه. اسماله. نمیتونم دیگه میدیوم بده. میدیوم شدی که گذشت اون دوران. حالا دستم. مثل خوب شد دیگه. زیرو اکس بود چی بود؟ اکس اف. آه دو سایز یعنی من رفتم بالا. نه. بچه ها سلام، ما برگشتیم با یک ویدیوی دیگه. امروز مهمون داریم. چه مهمونی؟ بچه ها سلام، امیدوارم که خوب باشین. من اومدم تو یکی دیگه از ویدیوهای صدف برای اینکه یکم شیطونی کنیم. این دفعه رو دوست دارم خودت دیگه توضیح بده داستان چیه. آقا من تقریبا فکر کنم 3 هفته ما پیش بود، یک روزی بود که خیلی هم کار داشتم، بعد مثلا فقط یه رو وقت داشتم بشینم یه ناهاری بخورم سریع و اینا. همینجوری اومدم دایرکتور رو چک کنم، دیدم یه نفر برای من از خودش عکس فرستاده که مثلا حالا دیشبش مهمونی داشتن، عروسی فکر کنم می‌خواستن برن و اینا، و آرایشگره به معنای واقعی کلمه گند زده بود به سر و صورتش و عکس برام فرستاده و اینا. بعد من ببین انقدر خندیدم، انقدر خندیدم که یعنی اصلا زمین پهن شدم و بهش گفتم که اجازه بده من این عکس تو رو بذارم استوری. بعد گفت باشه و دیگه گذاشتم استوری و انقدر خندیدیم. همینجوری بعد عکس‌ها شروع کرد اومدن تو دایرکت از کسایی که رفته بودن آرایشگاه و حالا بعضیاش جدید بود بعضیاش قدیمی بود و اینا. من یه سریشو گذاشتم توی استوری و خیلی خندیدیم. یه سری دیگه‌شو گفتم بذار عکس العمل لایومون رو چیز بگیریم. من سعی کردم به این عکس‌ها نگاه نکنم، فقط وقتی دیدم عکس چالش اسکرین شات گرفتم و گذاشتم اونجا. علی هم که اصلا کلاً ندیده. در باغ همین... نیستم من. آره الان می‌خوایم بشینیم عکس‌ها رو ببینیم، به شما نشون بدیم و عکس العمل. فقط نکته‌ای رو که می‌خوام بهتون قبل از هر چیزی بگم اینه که ما نمی‌خوایم اینجا بشینیم همدیگه رو مسخره کنیم. می‌خوام بشینیم دور هم بخندیم و همه کسایی هم که این عکس‌ها رو فرستادن خودشون واقفن به این که حتما مثلا بالاخره اتفاق بعدی افتاده بوده برای آرایششون، حالا یا موهاشون و اینا. برای حالا دیگه خنده‌دار شده دیگه، حالا خودشون هم یعنی در جریان. و این اتفاق می‌افته، یعنی بارها شده توی فامیل خود ما سر یکی دو تا از مراسم خیلی مهم. خیلی مهم و یکی از عزیزانی که به هر حال خیلی هم نزدیک بود، مثلا فرض کن به اون عروس و دوماد، با یه چهره عجیبی اومد که واقعا فکر کنم اگر من سلمونیش بودم واقعا بهتر کار میکردم. یعنی خیلی، یعنی در حد بچه‌ها این چیزی که علی میگه مالی مثلا چند تا 20 سال پیشه، 15-20 سال پیشه، خیلی وقت پیشه. آره و هنوز میخندیم و خود اون شخصی که اون بله اومده بود سرش تعریف میکنه و میخندیم و اینا. برای همین خیلی قرار ویدیوی فانی باشه و دور هم بخندیم و این صحبت ها. خب باید. حالا من اولین چیز میخوام عکس همون کسی رو که برای من اصلا این چالش رو مثلا یه جورای شروع کرد و نشون بدم و با خودش شروع کنیم، بعد بریم سراغ بقیه چیزا، چون ممکنه بعضی حالا استوری ها رو ندیده باشن. این شخص، خب بذار اول عکس واقعیشو نشون بدم. این خودشه. خب بسیار عالی. یه مثلا دختر نمیدونم نوجوان جوان، خب خیلی خوشگل، بعد رفته آرایشگاه بره واسه عروسیه. واقعا این چیه؟ ببین بعد اینجا تازه این چرا خط چشم زیر کشیده؟ ببین یعنی علی از آرایشگاه این بنده خدا بهتر. من آخه موهاشون هم درست کردم. مو این باز شد کرده تازه این بوده گلو بستون کرده. بابا نکنین، خودتون درست کنین، خیلی هم جذاب‌تر. من به شما چیز یاد دادم. خدا خیلی. این گلای روزی که این قنچه کرده از این زاویه. بعد میریم سراغ انسان بعد. نوشته من رفتم آرایشگاه گند زد تو موام، هیچی نتونستم بگم، فقط خنده عصبی میکردم، هی تکرار میکرد چون مواد لخته نمیتونم باش کار کنم. این آبشار پشتمون یه همچین حال، بعد یه اس هم اینجوری زده، اول اسمشون لابد اسه. ببین تونل درست کرده با موهاش، یه حالت مثلا آبشار داره و دیگه میاد و این من خیلی دوست دارم. ببین عکس از اون ورش هم گذاشته، قشنگ انگار که مثلا اینطوری توش خالیه، یعنی نکرده اینجاهاش هم بپوشونه. چرا این کارو میکنین آرایشگرا؟ نه ببین این میدونی مثل چیه؟ مثل کلاشنای من که درست کردم واسه عروسی، چیز متو برعکسش، چون من اینوری کرده بودم تو موامو، اینوری کرده. نه ولی واقعا مثلا چه فکری میکنی که اینو میخوای بفرستی اینو تو عروسی بعد اینجا غیر بده؟ آره من فکر میکرد که اینطوری درست، اشتباهه به خدا. این کدوم عروسیه؟ کدوم عروسیه؟ چیزی که میخواسته، چیزی که براش انجام. وای 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 خیلی بده، خیلی بده.
آخه چه من یه حدسی میزنم، من حدس میزنم این، من نمیدونم این عکس رو به نظرم تو تالار گرفته، به نظر نمیاد تو آرایش ها گرفته باشه عکس بعدو. من فکر میکنم که این مو باز شده، یعنی مثلا از اول اینجوری نبوده. معلومه که از اول اینجوری نبوده، مگه میشه؟ خیلی مگه میشه همچی چیزی؟ مثلا موی فر تو خواسته باشه. آره بعد بتون موی صاف. من بلدم الان فر کنم موامو به همین کوتاهی دیگه، این چه کاری نداره بزرگ. من فکر کنم باز مثلا شاید موادش خوب نبوده این آرایشگر. جنس بعد رفیق ناباب وای وای این چیه؟ ببین نه ولی من یه چیزی بگم، این گریه هم داره میکنه خودش بیچاره. این تاج هم داره مثل این که عروس بوده نشته قشنگ نشست روی شونم واقعا یه حالت مثل چیز بستنی بستنی شکلاتی رو سر. نه ولی ببین این من از نظر تکنیکی بخوام به شما بگم تمیز کار کرده. حالا درست شد مدلشو مثلا حالا نمیدونم حالا اینا، ولی کلاگیس و هرپیس و اینا نیست این؟ یعنی واقعا موهای خودشه؟ من فکر میکنم موهای خودشه به نظرم. عروس میده ایشون؟ تاج داره. آقا گند زده به عروسیت با اینه کاری که کرده، یعنی واقعا یه خاطر دوباره ازدواج کن به نظرم. مفهومی این فکر کنم بیشتر نه؟ واقعا قلبم، نه به خاطر اینکه قلبم، نه به خاطر اینکه جلوی دور بینم، باورم نمیشم چی چیزایی. ببین نه میدونی این سیستمشه، من فکر کنم این سیستمش دوتا پاپیونه، یعنی یه پاپیونه ولی به جای اینکه پاپیونه اینطوری باشه اینطوریه. خب یعنی یه قنبلی بالا یه قنبلی پایین. اینو نمیفهمم، اینو نمیفهمم چی میخواسته. بعد ببین اینجا مثل که مو اضافه آورده دیگه، ول کرده اونو کراوات داده دیگه مو اضافه دادم گره زده. بعد دقیق کردی هر جا کم میارن یه دونه از این چیزا هم اضافه میکنن، از این ریسه و گل و نمیدونم بلبل و... خودتون بهتر درست میکنین. اصلا به نظرم مویی که باز باشه یه سشوار عادی بکشی آدم خب به هر حال اوه این زده سوزونده فکر کنم. نه اینو میخواسته همون این کوتا کنه، زیادی کوتا کرده اینو بشت. من پشتشو چرا این اتفاق میفته؟ تو که زدی اینم میزدی یه تیکه رو. خب شاید موهاش کلن کوتا بوده. میگه نوشته که کلی موهام گوشتم بلند شه، بعد رفتم آرایشگاه که مدلی که دوست دارم کوتا کنه، کلی هم سفارش کردم، گفتم حتما میخوام اینجوری باشه. حالا یه چیزی هم من این وسط بگم، من اتفاقا خودم شخصا یه نامزدی دعوت بودم و رفتم سلمونی، گفتم خب یه جایی مثلا درستر برم و یکم بهتر مثلا سر کیسه رو شل کنیم و این دیگه بهتره کنه. رفتم ببین باورت نمیشه دو تا پنجزاری کاش رو سرم، شاید اینو گفتم یه دفعه تو استوری چیزی، و وقتی این آینه رو آورد هی هم اینجوری میکره قایم میکره، گفتم نه بیار ببینم. ببین دیدم این پشت قشنگ یه پنجزاری، گفتم آقا صدا کن رئیس تو بیا امروز باید برم نامزدی. بابا چرا اینو میگی؟ سامی یادت نیست؟ ببین سامی که انقدرم رو اون کاکلش حساسه و کلا رو موهاش سفت چیز میده طول میده، سر نامزدی خودش یک هفته قبل از نامزدی شرف آرایشگاه این اینجای موهاشو مثلا باید تا اینجا باشه تا اینجا آورده بود. ببین شد یه وجب بالاتر. آقا میخندیدیم ولی خوردم با یه من اصل نمیتونستی بخوری، خیلی بد بود. باشه عکس داشتیم ازش میگه میگه این قرار بوده یه گوجه کوچیک مسکن باشه کوچیک. چه طالبی کاشته برات وسط. چیه این گوجه طالبیه؟ بعد ببین نکرده این پایین مو رو بگو تو که اومدی مثلا چیز کنی در بیاری از این زیر مثلا دو تا نگاه کن چه جوری در آورده مثلا دو تا در می آوردی مثلا اینا این چیه؟ وای این چیه؟ این که مثل نون باگت میمونه سر یارو انگار. ببین نون باگت این سیستم های گوجه است که خود صدف درست میکنه، باگت رو گذاشته مو رو پیچیده. من کیف اینجوری چی صدف که نه گوجه اینم میگم تو گوجه که میگه درست میکنه اینه گوجه این چیزی این انگار نون باگت نگفته جسارت نمیکنه. قربونت برم نوشته رفتم باز کردم و سشوار کشیدم. من به جرأت تو افتخار میکنم، بهتر از اینکه اگه همین بود این از روی بوشش که اینطوری برده اصلا خودتون باشین بهتره تا نون باگت. ببین نه اصلا امکان ندارم چیزی، امکان ندارم چین چیزی.
خیلی به نظرم سخته همچی چیزی. من فکر کنم موات خیلی بلند. هی من دیدین همون کار آرایش کردم ماله بگیم. ولی اون چیزی که میخواسته قشنگ. خیلی قشنگه. ولی خب اصلا هیچ ربطی به این که برش درست کرده نداره. چرا؟ اینقدر آخه نکنه موات خیلی بلند بوده اصلا نمیشده. بازم برمیگردیم گفته. به این گفته. نه حالا اون نمیشه. برمیگردیم به این قضیه که خب اگه نمیتونه بگه نمیشه. ولی نرید مهمونی با این موها. بعد میدونی من از چی متنفرم؟ از این جای من. نه این چیه رومو اینطوری؟ مثل بچه بودیم یه سری تو که ندیدی هستم، ولی ما بچه بودیم دقیقا من یادم چهارم دبستان بودم، چون یکی از دوستام تو مدرسه داشت. جای چی؟ ما رفته بودیم اوکی بدونیم ما رفته بودیم خونهشون تولدش، بعد این اینو داشت، ما همونجوری این چه، بعد موهای ما اینجوری کرد. چی بود؟ مثل یه مثل همین اتوهایی که باهاش مو رو اتو میکنیم، خب ولی پهن‌تر، توش دندونه دندونه بود. مو رو اینطوری میکردی، اینجوری میکرد، جذاب نیست، خیلی بیریخ بود. ولی الان من حس میکنم که برای شیمیا خیلی ها این کار میکنن که مو وایسه و این تکسچر اینطوری دندونه دندونه رو مو میمونه. نه جذاب نیست و واقعا من نمیدونم چرا این کار رو میکنین نکنین، یا یه کاری کنی یه جوری که معلوم شه. به هر حال این نور که میخوره آقا خب نمیتونین در بیارین این مدل، چرا مثلا میگین باشه؟ این سوالیه که من هیچ وقت حالا یک بار نشده برم آرایشگاه مدل نشون بدم و این مدل در آورم. آره دیگه مورو. خب بالاخره چون آرایشو که حالا بیشتر خودم این ولی سخته، یعنی من یه کم حق میدم به آرایشگری که من حق نمیدم به خاطر اینکه میتونه بگی نمیکنم. خب چه نه ببین روی موی بلوند شما نباید بگه گوریده. یاد موی فندق میفتم میگوره بعضی موقع. ببین روی موی بلوند خب هر آرایشگر مبتدی میدونه که نباید سنجاق سیاه بزنه. این که دیگه بابا من که تو مو انقدر تحصیلم، ولی دقت کردی همه موه چطور آرایش نمیاد؟ این چیه؟ میگه من آمبره میخواستم اینو تحویلم داد. از آمبره اینا یعنی هست که آمبره یعنی از اینا که مثلا هست تیره خیلی میره به روشن ولی خیلی نرم میره به روشن. این خیلی باید فکر کنم کم آورد یه قسمتی اون رنگ بو و چیز و این داستانا رو. نه این که این به نظر من در حد اینه که ازش شکایت کنی. به خدا واقعا اینطور یعنی شکایت هم میشه تو این داستانا؟ آره بابا دیگه یا باید درستش کن. آخه موضوع اینجاست وقتی هم که خیلی مثلا مو رو روشن میکنن خب زیادی هم بردارن مو میسوزه. من نمیدونم ولی فکر کنم نکنه. وای اینو خدایا بوستان برات کرده. گل میروید به باغ گل میروید با شبنم صبحگاه رخ میشوید. خانم عروس ببین فقط بوستان این که گلستان رو سرت زده. این که نصف موهاش صافه نصف موهاش بره. نه من خوده ایچ جای داماد باشم فرار میکنم همچی چیزی ببینم. مثل درخت گل دارم. خیلی بد خیلی بد خیلی زایه خیلی بد. اوه این خداست. این مروارید وسط مو چی میگه؟ یعنی اونی که تازه قایم شده مرواریده مروارید نشان موها رو درست کرده داره میفته بودم خفن ترین چیزی که بلدی درست کن برام نوشته. آقای یا خانم آرایشگر به نظرم ببن برو این باید این خفن ترین شما اگه اینه به نظرم واقعا باید تعطیل کنه. واقعا باید تعطیل کنه. اینم که یاد هشت پا میفتم. هشت پای تو مو مثلا طرف وارد مجلس میشه هشت پای مثلا لواشکه توی این چیزا هست میذارن چیزه دربند درکه میری میگه آقا لواشک داری. من گفتم محمدعنانی بود اینا رو محمدعنانی. آره واقعا متاسفم. رفتی خونه چقدر گریه کردی خداییش. این موش چه مثلا فرض کن یه جایی هم لابد دعوته و اینا رفته. ولی ببین یه چیزی دیدی دوباره ماله من اومد. بعضی حالا این که خب معلومه این یه تیکش اینجوری بلنده و اینا خب به هر حال معلومه که گند زده شده، ولی بعضی مثلا مدل ها شینیونا بافتا یا مثلا اینا وقتی که مو هایلایت داره با مثلا یه خوری روشن‌تر و اینا یه جور دیگه، یعنی همون کارو حالا این که نکرده ولی همون کارو مثلا روی موی یه دست مشکی یا یه دست رنگی بکنی خودشو نشون نمیده. دیدی بعضیا با آتیش کوتاه میکنن به نظر اونجوری کوتاه کرده یارو هندیه رو دیدی با آتیش میزنه. میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار.
خب خیلی افتخار میکنه به این علم و هنری که داره، ولی ولی وقتی میبره جلو میبینی تمام وزوزی مثل بوی میاد. آره من اینم به نظر میاد این اینجوری زده، نمیدونم. خانم اومیرا خیلی قدیمیه دیگه. اومیرا بود ماشین شکلی بود؟ نه کی بود این شکل؟ بابا تو این فیلم قدیمی ها بود دیگه ماشون اینجوری درست میکردن. فروزان؟ نمیدونه همونا دیگه. مودرن تاکینگ. مودرن تاکینگ. مودرن تاکینگ. میگه رفتم گفتم پایین موامو واسه هم یه ذره مرتب کنه. این کار رو کرده. زده رفته. بعد ببین موهاش چقدر بلند بوده جلوهاش و اینا. خب این آرایشی که براش رو عروسی کردن. من نمیدونم آخه آرایش به نظرم سلیقه‌ایه. مثلا ممکنه اینجوری دوست داشته باشن. ببین تو خب همین آرایشم تو خیلی تمیز انجام بدی. آها تمیز بودنش آره دیگه مثلا درسته. آخه اکلیل آبی رو تو اینجا میزنی بعد ببین اصلا بلند خودتون این همه یاد گرفتیم بگی براشو بزن دیگه. بیا نه این معلوم آخه بیا این براش جنس اکلیلی هم که استفاده کرده معلوم خود نبوده ما خوده نزی فاصله میتونم اکلیل سرنج احتمالا استفاده کرده برای چهارشنبه سوری نارنجه. خیلی بد، خیلی نورش هم خیلی بده. این عکس با فلش نیست؟ چرا؟ اینجوری تو کل مراسم میخوای برای گردن کار میکنم اصلا نمیشه مو رو به سر رو ببری بالا چون رو گردنه دیگه ممکنه خراب شه. احتمالا کول میارم بعد از مراسم اینجا میزنه بیرون. تاجم زده یه چیزی هم به سرش زده. نرین آقا نرین مراسم اینجوری هم نرین مراسم من نرین خوبه. نرین این خیلی خوبه. این اصلا عالیه فعلا به نظر این بهترینه. شکار کلا زده بیش کلمه دیگه درست کرده برای خودش. فکر کنم چه جوری میشه همچی چیزی. ببین چند تا حالت داره که کلا میذارن یا میتونن مثلا یه چیزی حالت اسفنج توری اینطوری بزرگ میذارن اون زیر بعد با سنجاق اینو میکنن یا پوش میدن. مگه میشه همچی چیزی؟ ببین پوشا پوش میده بعد اینجوری چجوری وامیسته؟ اینجوری میکنن تافت خالی میزن رو سرت وامیسته. ما باید دست بزنیم ببینیم این خالیه توش یا پر اسفنجه. بعد چی کار کردی؟ یاری که با این روسری همچنان بالا وایستاده. خیلی جالبه این واقعا بد بود. هم اینا گذاشته زیرش واقعا بد بود. این خیلی بده واقعا بد بود واقعا فای نه نه ببین چند تا این هر چی هنر بوده این رو سر تو به خرج داده. هم فر کرده پاییناشو هم اینجاهاشو اینطوری سبدی درست کرده. اون برو ببین چی کار کرده. هنرهای تجسمی و دراماتیک رو سرت به کار برده. اونا میخوام بدونم موهای خودته یا اون نشسته اینا رو پیچونده چی کار کرده. بعد ببین ده هر دوبرش اینطوریه مثل تاجه این دیگه خود زولویاست. این دیگه دور زولبیا زده برات زولبیا زده این پایینا رو یه حالت فیل و گوشه فیل و بامیه زده. خدا نصیب نکنه این الان روحیش و اینا اوکیه این باش ارتباط داری این عکسو پاره کن. نه این خیلی اثر میذاره تو اون روحیه بچگی که شکل میگیره به نظرم. خب اون خودش فکر میکرده چقدر هم قشنگه تونسه. خدا من تو شرط میبندم بیشتر شبیه آبزیان شده بودم بود باقه. من گفته این سیخ سیخیاشو مرتب سیخ سیخی کنه.